سرخط چند خبر مهم در لابلای گزارش ها از افغانستان و جهان. ادامه بیبرقی در کابل و ناتوانی مسئولین برای رفع این مشکل. پس از ماها مبارزات انتخاباتی میان کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده، ایالت آیووا فردا شاهد نخستین گردهمایی های حزبی جمهوری خان و دموکرات هاست. و در بخش صحی امروز روی خطرات ناشی از ویروس زیکا صحبت میکنیم. سلام و خسته نباشید. به برنامه خبری این ساعت از تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یکشنبه 11 ماه دلو سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 31 ماه جنوری سال 2016 میلادی. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. در حالی که نهادهای امنیتی و فراهم کننده برق در افغانستان میگویند هنوز قادر نیستند تا پایه برقی که در ولایت بغلان از یک هفته به این سو از سوی مخالفین منهدم شده بازسازی نمایند، باشندگان شهر کابل از نبود برق نگرانی و شکایت جدی دارند. مردم عام میگویند در کنار مشکلات و سردی زمستان از ناحیه جرایم و سرقت‌ها در تاریکی شب نیز در هراس هستند. همکارم وایدولا فایزی ساپی گزارش دارد. نبود برق در شهر کابل هنوز هم مشکل جدی و پابرجاست. حدود یک هفته می شود که بسیاری نقاط شهر کابل با علت منهدم شدن یکی از پایه‌های برق وارداتی ازبکستان در منطقه دندشهاب‌الدین ولایت بغلان به برق است. شماری از شهروندان کابل میگن با نبود برق نه تنها با مشکل سردی زمستان دست و پنجه نرم میکنند، بلکه مشکلات امنیتی و جرایم جنایی در تاریکی شب نیز افزایش یافته است. برق نیز از تاریکی چه استفاده میتونه دوزی کنه و میتونه که هر آدم بکشه. میز کاوچ سزا جور میکنیم، برق نیست حالا دیگه، هیچ نمیتونیم که صنعت خودانا پیش ببریم. در حال حاضر بسیاری از نهادها به خصوص شفاخانه ها، کارخانه ها، مکان های عام المنفعه به انرژی برق نیاز دارند. اینجا پارک های صنعتی شهر کابل است. مسئولین این کارخانه میگن با گذشت هر روز با مشکل جدی از ناحیه بی برقی روبرو می شوند. چند وقت به این سو در برق مشکل است و این برقی که میایه ای قابل استفاده نیست، به خاطر از اینکه ولتیجش کم است، مشکلات زیاد داره. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که هنوز هم تهدیدهای امنیتی در منطقه دندشهاب‌الدین ولایت بغلان وجود دارد و معلوم نیست که چه وقت این ساحه را تحت کنترل خود می آورند. هنوز هم ساحه تهدید است، عملیات های مخاتمه نیافته، ساحه باید کاملا تصفیه شود. در حال حاضر شرکت برشنا که در قسمت فراهمسازی برق در افغانستان کار می کند در حدود 230 مگاوات برق در اختیار دارد که از بنهای آبی نقلو، ماهیپر، سروبی، برق حرارتی و 100 مگاوات هم از کشور تاجیکستان فراهم میکند، در حالی که شهر کابل به 600 مگاوات برق نیاز دارد. مشکلات ما برق ما بسیار محدود است، اما بان هم میبینیم که بعضی برجای ما اضافه بار میشه نسبت استفاده بسیار زیاد. اکنون افغانستان صاحب بنهای آبی برق نیست که قادر به تنویر تمامی ولایت باشد، اما شرکت برشنا میگوید که حکومت افغانستان با 30 شرکت خصوصی در حال گفتگو است تا بتواند در داخل افغانستان انرژی برق را در آینده تولید کند. قابل یادآوری است که شرکت برشنا از ازبکستان در حدود 280 مگاوات برق را وارد میکند. وحیدالله فیضی، تلویزیون آشنا، کابل. در پی افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران، رئیس جمهور غنی فرمانی را برای حمایت از آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای صادر کرد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در نشست خبری گفت این فرمان در نتیجه نشست دو ماه پیش رئیس جمهور با نمایندگان رسانه‌های آزاد و نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها صادر شده است. به گفته آقای هاشمی این فرمان 6 ماده دارد که نخستین ماده آن تکمیل چارچوب تقنینی فعالیت‌های رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات و ایجاد قواعد مربوط به فعالیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در دو بخش روشن ساخته شده است. همچنان
رئیس جمهور در فرمان تازه اش گفته است که گزارش رسیدگی به دوسیه های مربوط به قتل کارکنان رسانه های همگانی منتشر و دوسیه های تحت دوران به زودی نهایی گردد و در اختیار مردم قرار گیرد. در همین حال رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از صدور این فرمان رئیس جمهور استقبال کرد. دوستان، حدود 80 منصوب پلیس در ولایت اوروسکان وظایفشان را ترک کرده و اعتصاب کردند. مقام‌های محلی به صدای آمریکا گفتند که این منصوبین پلیس به دلیل اختلاف با محمد نبی قمندان امنی ولسوالی دهراوود وظایفشان را رها کردند. سمونوال رحیم الله عامر امنیت ولایت اوروسکان به صدای آمریکا گفت که این منصوبین پلیس اکنون در ترینکوت مرکز این ولایتند و قمندان امنی این ولایت تحقیقات را در مورد چگونگی این اختلاف نظر آغاز کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در یک سفر 4 روزه امروز به هند رفت و قرار است که در این کشور در 2 نشست جداگانه شرکت کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به صدای آمریکا گفت که کنفرانس به هدف مبارزه با تروریسم و همچنان یک نشست اقتصادی در هندوستان دایر می‌گردند که رئیس اجرایی افزون بر اشتراک در این 2 نشست سخنرانی نیز خواهد کرد. آقای عبدالله در این سفر قرار است با نریندرا مودی صدر اعظم هند، سوشما سوراج رئیس با معذرت وزیر خارجه و دیگر مقامات بلندپایگان کشور نیز نشست‌های 2 جانبه داشته باشد. جاوید فیصل که در جریان این سفر گفت که 2 قرارداد در بخش‌های سیاسی و اقتصادی نیز میان کابل و دهلی به امضا خواهد رسید. با گفته ای او بر اساس قرارداد سیاسی سهولت رفت و آمد را برای کسانی که پاسپورت‌های سیاسی دارند فراهم می‌شود و دیپلمات‌های هر 2 کشور بدون نیاز به اخذ ویزای 2 کشور رفت و آمد خواهند کرد. جاوید فیصل افزود که قرارداد دیگر در بخش گسترش تجارت میان 2 کشور امضا می‌شود. یکی از نگرانی‌های جدی دیگر برای افغان‌ها انتخابات ولسی جرگه و چگونگی برگزاری انتخابات است. فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص تعدیلات در قانون وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی که صادر هم شده بود از سوی شورای ملی افغانستان رد شد. سرنوشت اصلاحات انتخاباتی و انتخابات آینده پارلمانی چی خواهد شد؟ در این مورد نظر فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را می‌پرسیم که امروز مهمان برنامه ما هستند و به استودیو تشریف آوردند. معنوی صاحب تشکر بسیار زیاد از وقتتان، لطف کردین تشریف آوردین. تشکر از شما و سلام به بیننده‌های تلویزیونتون. شما از افغانستان تازه برگشتین، هم حقوقدان هستین و هم ریاست کمیسیون مستقل انتخابات را بر عهده داشتین. کمیسیون مستقل انتخابات شما شنیدین چند پیش زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلام کرد. چه فکر میکنین؟ آیا کمیسیون مستقل انتخابات دیگه از مشروعیت خود برخوردار است تا زمان و یا هم مکان و یا هم چگونگی برگزاری انتخابات را اعلام بکنه؟ بدون شک به اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات صدمه دیده، این اعتبار باید اعاده شوه. اصلاحات یک ضرورت است، یک اصل است، همه به این توافق دارند که باید اصلاحات به وجود بیاید. به می دلیل بوده که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی ساخته شد، کارهای خود درست انجام داد و سرانجام کارشان با پایان رسید و به اساس حضور رئیس جمهوری افغانستان فرمان تقنینی را صادر کرد. طبیعی موضوع است که گاهی میان ریاست جمهوری و شورای ملی تصادمات حقوقی به وجود می آید. این هم یکی از موضوعات بوده، اما سرانجام باید یک راه حل حقوقی به این موضوع پیدا شود. جامعه بین المللی، افکار عمومی در داخل افغانستان، نهادهای برگزار کننده انتخابات یا نظارت از انتخابات، همه به این باور هستند که باید قبل از برگزاری یک انتخابات اصلاحات لازم به وجود بیاید. امیدوار هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات کسایی که فعلا دست اندر کاران هستن این موضوع را درک کرده باشن و با پروسه ممد واقع شوند، کمک کنن این پروسه را سرعت پیدا بکنن، مانع نشن. تشکر. سوال من خیلی مشخص بود. حکومت افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را غیر مشروع اعلام کرده. جاوید فیصل سخنگوی رئیس و یا هم معاون سخنگوی ریاست اجرایی به کرات به تلویزیون آشنا حداقل گفته که یک کمیسیون دیگه مشروعیت نداره. وقتی اینا زمان انتخابات اعلام میکنن، معاش هم از طرف حکومت افغانستان میگیرن و شما هم ازشان تقاضا میکنین که ممت تمام شون. آیا اعلام نتایج کار مشروع اینا هستن؟ اینا خودشان در واقع مشروع هستن؟ و آیا می کمک است و یا هم برخلاف کمک؟ موضوع صدمه وارد شدن به مشروعیت کمیسیون انتخابات بوده که توافق شده تا کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی ساخته شود. او کار هم شد.
معنایش همی است که باید مشروعیت کامل خود کمیسیون مستقل انتخابات دریابد و حالا باید یا کمک بکنن به می مشروعیت. مسئله زمان، اعلان زمان خب یک کار بسیار مهمی نیست، میتونه قابل تغییر باشه و حتی اگر کمیسیون جدید هم به کار خود آغاز بکنه و اصلاحات هم به وجود بیاید، اگر بتوانن به تاریخی را که کمیسیون فعلی با وجود همی مشکل مشروعیتشان اعلان کردن انتخابات برگزار شود، یعنی کمک محسوب میشه. آقای معنوی، من همونطور که گفتم شما خودتان در قضا کار کردین، فرمان تقنینی رئیس جمهور که شما گفتین اصلاحات کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی کار خود کرد، اما به یاد دارین که کمیته گزینش اعضای کمیسیون ها حال کارش فلج است به خاطر از یک شورای ملی، فرمان تقنینی رئیس جمهور رد کرد. شما منیسی یک قانوندان چی فکر میکنین اگر بار دیگه هم فرمان رئیس جمهور از طرف شورای ملی رد شود، گزینه های بعدی برای ریاست جمهوری افغانستان چی بوده میتونه از لحاظ حقوقی و قانونی؟ من فکر میکنم که روحیه رد کردن فرمان بعدی در شورای ملی اصلا وجود نداره، به فرض اگر قبول کنیم چون چیزی هم هنوز باشه. چرا اول رد کردن حالا رد نمیکنن به نظر شما؟ البته در نفس فرمان کدام اعتراضی نداشت شورای ملی یا خواستن ولسی جرگه که در آغاز رد کرده، بحث شونی بوده که در سال اخیر کاری خود نمیدانند در قوانین انتخاباتی تغییر برن و فکر میکنند چنین کاری از صلاحیتشان نید. باورم این بود که اصلا روان کردن فرمان تقنینی به شورای ملی یک کار درستی نبوده. این موضوع را ما در 2009 تجربه کردیم که رئیس جمهور سابق افغانستان فرمان تقنینی را در مورد انتخابات صادر کرد، در مو وقت هم شورای ملی را رد کرد، اما ردشان بسیار جدی نگرفتن، مطابق با اون فرمان تقنینی انتخابات ولسی جرگه و حتی ریاست جمهوری که ما بعدش ترتیبات شکل گرفت. نقطه اساس اشاره کردین آقای معنوی، حالا میگین که در آخر سال کاری خود هستن ولسی جرگه، با معذرت وقت کوتاه است، اگر کوتاه جواب بتین، انتخاب خود ولسی جرگه هم دیگر ختم است. اگر منتظر کار از اینا شویم انتخابات برگزار نمیشه، گزینه رئیس جمهور چی است از لحاظ قانون؟ بسیار مهمی است که اراده قوی باید در میان حکومت افغانستان به وجود بیاید، در صورتی که اراده جمعی وجود داشته باشه، نه ای که هنوز بعضی اختلافاتی که متاسفانه دیده میشه. در این صورت میتونه فرمان تقنینی صادر شود و اصلاحات تکمیل شود تا وقتی که باز دوباره ولسی جرگه با کار خود شروع میکنه و موضوع انتخابات درج اجنده کاری خود میکنه. من فکر میکنم به عمل انجام شده روبرو میشن و یک آسان ترین راهی است که باید حکومت به او توجه کنه، یعنی در غیاب ولسی جرگه کار به انجامش برسه. جمهور وقتی میدونه فرمان تقنینی صادر کنه که ولسی جرگه به رخصتی رفته باشه، چرا در موجودیت از واسه چون صلاحیت رئیس جمهوری افغانستان. تشکر. لطف کردین آقای معنوی. دوستا، پرسش امروز ما در فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا راجع به قطع شدن لین برق وارداتی از ازبکستان به کابل بود. از شما دوستا پرسیده بودیم که آیا فکر میکنین که مشکل نبود برق در کابل به زودی حل شود؟ از جمله دوستانی که نظر دادند وجیه صدیقی از کابل نوشته است. به نظر ایشان تا دوباره جور شدن برق شاید ماها طول بکشد. تصفیه یک ولسوالی از نزد طالبان در صورتی که منطقه با ماین فرش شده باشد دشوار است. اما جهانزیب جهانی از کابل نوشته است به نظر ایشان این مشکل برای یک مدت معین حل میشه، اما طالبان دوباره این پایه ها را هدف قرار خواهند داد. از سایر دوستانی که به این سوال ما پاسخ دادند سپاسگزار هستیم. شما نیز می توانید نظریاتتان را در مورد پست های این صفحه با ما و دوستانتان شریک بسازید. آدرس صفحه ما در فیسبوک facebook.com/voatv است. در این زمان اگر تا کنون تلگرام صدای آمریکا را برای خود دانلود نکرده اید، می توانید اپلیکیشن تلگرام را دانلود و به VOADA عضو شوید. شماره تلفات حادثه دیروز غرق شدن یک کشتی مهاجرین در سواحل ترکیه به 37 نفر افزایش یافته است. مسئولین تنها امروز جسد 17 نفر را از داخل کشتی غرق شده دریافتند. به گفته مقامات ترکی کشتی یاد شده راهی جزیره لسبون یونان بود. مأمورین نجات تا کنون 75 تن را نجات دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولیا، نجات یافتگان از افغانستان، سوریه و میانمار هستند. پلیس یک شهروند ترکیه را به اتهام قاچاق این افراد بازداشت هم کرده است. سه انفجار بم در دمشق پایتخت سوریه امروز باعث کشته شدن حداقل 45 تن شد. نخست یک موتر تعبیه شده با بم در منطقه
سیده زینب منفجر شد و سپس که عملی نجات به ساحه رسید دو انفجار انتحاری دیگر رخ داد. این انفجارها زمان صورت میگیرد که استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه با جوانب شامل در پروسه مذاکرات غیر مستقیم صلح ژنو دیدارهایش را آغاز کرده و هیئت کمیته عالی مذاکرات یا گروه عمده مخالفین حکومت سوریه برای اشتراک در مذاکرات صلح به میزبانی ملل متحد وارد ژنو هم شده است. از سوی دیگر حکومت بشار الاسد گفته که حاضر نیست دو گروه مخالف را از فهرست سیاه حذف کند. شرح بیشتر در این گزارش. استفان دمستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه اعلام کرده بود که مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت و مخالفین این کشور در ژنو روز جمعه آغاز خواهد گشت، اما چنین نشد. یکی از رهبران مخالف دولت گفت با دستیابی به توافق صلح با دولت به دلیل عدم حضور مذاکره کنندگان مهم بعید است. سالم المسلط سخنگوی کمیته عالی این مذاکرات گفت ما آماده هستیم و به اینجا آماده ایم که این مذاکرات را موفق سازیم. برای آغاز مذاکرات آماده هستیم، لکن حداقل باید تغییر را در سوریه مشاهده کنیم. منظور سخنگوی گروه عمده مخالف از تغییر در وضع سوریه کاهش بمباردمان بر سوری‌ها و رفع شدن محاصره‌ها برای رسیدن کمک‌های بشری به مردم است که با فاقگی مواجهند. منابع مخالفان گفتند که برخی از سازمان‌های مخالف داخلی سوریه نیز برای اشتراک در مذاکرات ژنو تعیین شدند و احتمالاً نشان می‌دهد که در مذاکرات به عنوان یک هیئت دوم مخالفان یا ناظر مذاکرات شرکت کنند. انتظار می‌رود گروه مخالف پیشاپیش مذاکرات خود با مقامات دولت سوریه دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه داشته باشد. لیلا ماحبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. تنش میان ترکیه و روسیه یک بار دیگر اوج گرفت. ترکیه و ناتو میگویند که یک طیاره جنگی روسه حریم فضایی ترکیه را نقض کرده است. روسیه این اتهامات را تبلیغات بی‌بنیاد خواسته است. وزارت خارجه ترکیه میگوید پس از آن که یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در 29 ماه جنوری نقض کرد، سفیر روسیه را نیز فراخوانده است. در خبرنامه وزارت خارجه ترکیه آمده است که جت جنگی سو-34 روسی با وجود چندین اخطار به زبان‌های روسی و انگلیسی بر روز جمعه وارد حریم هوایی ترکیه شد. ترکیه یک طیاره جنگی روسی را در ماه نوامبر پارسال سرنگون کرد و در پاسخ به این اقدام ترکیه روسیه تحریم‌های اقتصادی بر ترکیه وضع کرده و بخش‌های صادرات و صنعت سیاحت آن کشور را زیر فشار قرار داده است. و بالاخره پس از ماه‌ها مبارزات انتخاباتی و مناظرات میان کاندیدان ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، قرار است فردا در ایالت آیوا نخستین جرگه‌های انتخاباتی احزاب برگزار شود. در این انتخابات مقدماتی رقابت میان کاندیدان جمهوری‌خواه بیشتر شدت گرفته و جلب توجه می‌کند. شرح بیشتر از نجیب خلیلی. مبارزات انتخاباتی جمهوری‌خواهان مخصوصاً بسیار جدی است که در آن دونالد ترامپ میلیاردر، تد کروز سناتور ایالت تکساس و مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا سه کاندید است که در صدر قرار دارند. اما کاندیدان دیگر جمهوری‌خواه هنوز هم جدن مبارزه می کنند. سیاست بازی‌های وابسته به انتخابات ریاست جمهوری معمولاً در ایالت آیوا رنگ یک جشنواره را دارد. اما تد کروز از حزب جمهوری‌خواه با کمپاین جدی پرداخته و مهلت کمی دارد. آقای کروز امیدوار است که از دونالد ترامپ رقیب پیشتازش سبقت جوید. با نزدیک شدن میاد کاکس‌ها یا جرگه‌های انتخاباتی احزاب، او با تبلیغاتش شدت بخشیده است. ما قبلا نیز با چنین آزمون‌ها روبرو شده ایم. ما قبلا هم با قرار رفته بودیم، ولی مردم آمریکا متحد شدند و دوباره کشور را نجات دادند. اگر ما متحد باشیم، می توانیم که ایالات متحده آمریکا را که آخرین و بهترین امید برای بشریت است، به حال سابق بازگردانیم. در فاصله یک ساعت دورتر، یعنی در کرول واقع در غرب آیوا، صحنه متفاوت است. حامیان جب بوش، کاندید دیگر جمهوری‌خواه، با هوادارانش صحبت می‌کند.
فکر می کنم که نخست باید سوابق ثابت شده دستاوردها و تجربه کافی را داشته باشی و با خوشبینی امیدواری با آغوش باز مبارزه کنی. در همین حال هیلری کلینتون کاندید ریاست جمهوری حزب دموکرات همراه با بیل کلینتون شوهرش در شهر سیدر رپ آیوا به تبلیغات انتخاباتی خود ادامه داد. خانم کلینتون علیه جمهوری خواهان سابق در قصر سفید انتقاد نمود که به گفته وی اقتصاد کشور را متضرر ساختند. چه اتفاق افتاد؟ یک رئیس جمهوری دیگر جمهوری خواه و ما به عقب برگشتیم. من در سنا کار می کردم، علیه آن پالیسی ها صحبت نمودم و رأی دادم که شامل کاهش پرداخت مالی بر ثروتمندان، خارج شدن از مسیر مبارزه با فساد و نادیده گرفتن بازارهای اقتصادی و قرضه ها برای منازل بود. کاندیدان ریاست جمهوری برای آخرین تلاش هایشان قبل از برگزاری جرگه های انتخاباتی احزابشان بر روز دوشنبه در آیوا فعالیت دارند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. دوستا، جالبتر از همه که باراک اوباما جهت حمایت از آزادی ادیان برای اولین بار در زمان ریاست جمهوریش یه هفته از یک مسجد امریکایی دیدن می کند. قصر سفید روز شنبه با ذکر این خبر گفت که دیدار رئیس جمهور از جامعه اسلامی بالتیمور در ایالت مریلند به مسابقه قدردانی از سهم مسلمانان امریکایی در ایالات متحده است و این اقدام نمایانگر اهمیت آزادی دین در شیوه زندگی امریکایان است. رئیس جمهور اوباما در حال به یک مسجد می رود که اظهارات ضد مسلمانان در امریکا افزایش یافته است. آقای اوباما همچنان از شهروندان کشورش خواسته است تا اظهارات مسلمان ستیزانه ی سیاستمداران به ویژه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری را رد کنند. در بخش سه قرار داریم ویروس به نام زیکا که توسط پشه‌های ناقل انتقال میشه باعث نگرانی کشورهای قاره امریکا شده است. این ویروس در مادران حامله باعث سوء شکل نوزاد می شود و اکثر نوزادان از مادران مبتلا به این ویروس با سرهای کوچک به دنیا می آیند. اکثر مبتلایان به این مرض در کشور برزیل زندگی می کنند و هفته گذشته هم رئیس جمهور اوباما حین بازدید از رئیس جمهور برزیل در واشنگتن دی سی روی همکاری های نزدیک با آن کشور برای مبارزه با این ویروس خبر داد. و شرح بیشتر این مرض زد تازه که توجه جهان را به خود جلب کرده است در این گزارش توجه کنید. یک لابراتوار در ریو دی جنرو از یک آزمایش خبر داد که ویروس زیکا سبب یک نوع نقیصه ولادی در جنین به نام میکروسفالی شده است. در برزیل بیشترین نقیصه های ولادی در جنین یا میکروسفالی دیده شده که این سازمان در شناسایی آن موفق شدند. نزدیک به 4000 واقعه میکروسفالی که بیش از 30 برابر سالهای قبل مثل سال 2010 می باشد. وضعیت پیش آمده نه تنها در برزیل بلکه فراتر از آن، یعنی در تمام کشورهایی که با تغییر اقلیم، افزایش حرارت و تغییر آب و هوا مواجهند، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. صرف آزمایش خون نمی تواند ویروس زیکا را تشخیص بدهد. لابراتوار سن گیوبام با استفاده از ترکیب علایم بیمار و آزمایش خون این بیماری را تشخیص می نماید. در حال حاضر یک نسل از مردم با بیماری میکروسفالی روبروند. آنها در تمام عمر ناشی از بیماری میکروسفالی که کندی و عدم رشد ذهنی و جسمی را به بار می آورد رنج خواهند برد. مارگریت چند مسئول عمومی سازمان صحی جهان میگوید ممکن این بیماری به جز کانادا و چیلی در تمام کشورهای جهان گسترش یابد. یکی از نگرانی ها گسترش سریع ویروس زیکا در مناطق جغرافیایی جدید است، جایی که مردم با مقاومت پایین بدنی درگیر می باشند. و ویژه کسانی که به دوران بارداری قرار دارند، ممکن نوزادان آنها با داشتن سر کوچک به دنیا بیاید. به زنان برخی کشورها سفارش داده شده که تا 2 سال آینده از باردار شدن جلوگیری کنند. چند تاکید نمود که تا کنون هیچ نوع ربط بین ویروس زیکا و میکروسفالی ثابت نشده است. خدیجه الکوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. ویروس زیکا پدیده جدیده نبوده و برای نخستین بار در سال 1947 میلادی در یوگاندا کشف شد و سپس موجودیت آن در قاره های آفریقا، آسیا و امریکا نیز تثبیت گردید. البته فقط 20% کسانی که به این ویروس مبتلا می‌گردند مریض می‌شوند و مرگ از باعث این ویروس نادر است. تا حال واکسین و تداوی هم این ویروس نداره.
این ویروس چقدر میتونه مشکل آفرین و تشویش برانگیز باشه؟ برای معلومات بیشتر در این مورد از سید علم شینواری دکتر بخش بقایایی میشنویم که در استودیو با ما هستن. دکتر صاحب سلام یک بار دیگه و تشکر از وقتتان. سلام به شما، تشکر. همونطوری که گفتیم این کشف ویروس تازه نیست. بله. یعنی چندین دهه میشه که در بین انسان‌ها وجود داره. بله. ولی به نظر شما چرا امروز سرخط خبرها شده و نگرانی‌ها در مورد از این افزایش یافته؟ تشکر. به نام خدا و عرض سلام. بله، قسمی که گفتین این مرض، این ویروس، ویروس نو نیست، ولی که چرا توجه جهانن به جلب شده، ای است که یکی که یک مشکل را به رب میتن، مشکل مایکروسفالی را یا مشکل سوی تشکلی که در نزد اطفال به وجود میاد، یعنی مادران حامل بسیار متاثر میشن، البته از نظر ازی که اولادشون قسم بدون که می مشکل می داشته باشن. این یک موضوع و دیگه شیوع بیش از حد ازی در برازیل یادمون ممالکی که چهار اطراف از اون است. این دو موضوع باعث ازی شده که توجه جهانیان جلب کنه، خصوصا بیشتر این موضوع که سوی شکل اطفال است. بیماری ناشی از این ویروس یا مریضی ناشی از این ویروس چگونه شیوع میکنه و خطر سراسری شدنش چقدر امکان داره؟ یعنی افغانستان هم از گزند از این در امان بوده میتونه یا هم خطر شیوعش در افغانستان هم ممکن است؟ این مرض که از اثر گزیدن پشه که به نام آیدس نامیده میشه به وجود میاد، وقتی که یعنی یک پشه که منتن باشه، این ویروس در وجود خود داشته باشه، او پشه یک شخص سالم میگزه، این باعث انتقال از این ویروس میشه به او اشخاص. و چون این پشن عقلش است، فلهاز در هر نقطه جهان، در هر کشور اگر باشه، خب علاوه افغانستان هر کشوری که باشه، اگر در اوج این پشه منتن موجود باشه یا این پشه موجود باشه ولی یک شخص منتن از یک جای دیگه سفر میکنه به اوج میره، ببخشید، وقتی که پشه شخص منتن میگه، به طور مثال اگر یک شخص از برازیل به افغانستان میره و به این انتان منتن شده باشه یا به این ویروس، این پشه ایدیس که از این وجه موجود باشه، این شخص منتن بگذه و میتونه که ویروس به دیگه اشخاص، به دیگه انسان هم انتقال بده. یعنی نقل این مرض توسط پشه خاص میشه. بله. اینطور نمیشه که یک نفر در برزیل مبتلا به این مرض شده باشه، به افغانستان بیایه و یک پشه عادی بتونه مرض از وجود ازی به کس دیگه انتقال بده. یک موضوع بسیار مهم است که این جدا یک بیماری ساری نیست که از یک شخص به شخص دیگه انتقال پیدا کنه. منظورم از پشه عادی. نه، پشه عادی نه، پشه خاص است. این پشه دو نوع مرض دیگر هم انتقال میده، که یکی به نام تب دنگه نامیده میشه و یکی به نام چیکنگونیا نامیده میشه و یکی همین مرض زیکا است که اونم پشه مخصوص است که باعث از انتقال از اینا میشه. یعنی پشه ملاریا به طور مثال یا پشه دیگه نمیتونه که ویروس انتقال بده. ویروس بله. یا ویروس زیکا بیشتر چه کسی را مورد خطر قرار داده میتونه و برای جلوگیری از خطر از این انسان ها باید چی بکنن؟ هر کس در خطر بوده میتونه، در هر سن و از هر جنسی که باشه، و یعنی مسائل اوقدر دی مطرح نیست، ولی اکثریت که در خطر هستن خانمایی که حامله هستن، اون به خاطر می اطفالشون که متاثر شدن، یعنی تاثیر بعدیش روی اطفالشان می باشه. بله، روی اطفالشان می باشه. و در ایسی ازی که ازی وقایش شوه، یعنی چه رقم جلوگیری شوه، فقط یکانه رای ازی اینمی جلوگیری ازی گزیدن با پشه است. این که پشه خودش باید کنترل شوه، در جایایش یازبین برده شوه، ببخشین، و یا ای که اشخاص خود نگاه کنن. ما خوشبختانه کلتور خوب داریم، اکثریت مردم که از کالاهای می پوشن که آسیناشان درستر می باشه یا تون با نگاه پا، اینا جسمشان از گزیدن با این پشه ها نگاه می داره. علایم این علائمش کس علائم عمده از این سردردی بوده میتونه، تب است، دردای مفصلی است، کنجنکتیوایتیس ما میگیم که چشمای انسان سرخ می باشه و مثلا بعضی دردهای شکم در نزد انسان ها هم موجود می باشه. اینی علائم معمولیش است که نزد مریض موجود می باشه. دکتر صاحب شینواری، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. تشکر از شما. ان شاء الله که در برنامه‌های بعدی هم شما رو با خود داشته باشیم. خیر باشه. دوستان، در ختم بخش دری برنامه ساعت قرار داریم و قابل یادآوری است که ما به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پوشش مستقیم و زنده از جرگه های انتخاباتی آیوا یا آیوا کاکس را از محل با خود خواهیم داشت. همکار مسیح بلوکوزی به آیوا سفر کرده یا هم به ایالت آیوا سفر کرده است و شما را در جریان تحولات این جرگه یا کاکس قرار میده. امیدوارم دیدن برنامه ما را به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار شما. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. به طول و چارو که در امریکا غک به ارزشتون و غروالی
ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بیساره لسلسه لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. امریکا غاگ